سلام و شبتان بخیر. به خبر ده از طلو و طلو نیوز با من یوسف راور خوش آمدید. سرخط خبرها: فساد گسترده، اتهام صالح بر برخی از اعضای پارلمان. معاون نخست رئیس جمهور در نخستین روز نشست ژنو میگوید برای تامین عدالت باید به مسئولیت اعضای پارلمان پایان داده شود. فساد برخی از اعضای مشخص پارلمان بسیار بزرگ است. بسیار بزرگ. هشدار از خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان. دبیرکل ناتو آن را یک برنامه خطرناک می‌داند. مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا هم نفرت انگیز. اگر خیلی زود بیرون شویم، اگر خیلی عجولانه ترک کنیم، ممکن است همه دستاوردهایی که به دست آورده‌ایم را از دست بدهیم. نجات یک دانش آموز از چنگ ربایندگان در کابل. نیروهای پلیس به رهبری وزیر امور داخله یک دانش آموز را که 10 روز پیش ربوده شده بود نجات دادند. و سپردن موشک‌های راهبردی آمریکا به فیلیپین برای پیکار با گروه داعش. مشروع خبرها: معاون نخست رئیس جمهور با متهم ساختن اعضای پارلمان به فساد گسترده میپذیرد که حکومت نتوانسته است اعضای متهم به فساد این نهاد را به دادگاه بکشاند. امرالله صالح در دومین بخش روز نخست نشست ژنو درباره فساد اداری در افغانستان میگوید که تاکنون هیچ عضو پارلمان هزینه دست داشتن در فساد را نپرداخته است و برای تأمین عدالت باید به مسئولیت آنان پایان داده شود. در همین حال نماینده غیر نظامی ناتو برای افغانستان تاکید می‌ورزد که فساد اداری در افغانستان باید از بین برود و نیازمندی‌های مردم در اولویت قرار بگیرند. دومین بخش نخستین روز نشست ژنو درباره افغانستان بر فساد اداری متمرکز بود. معاون نخست رئیس جمهور در این نشست هرچند از اراده جدی حکومت در کار مبارزه با فساد یاد می کند، اما برخوردهای تحمیلی جامعه جهانی صد راه مبارزه با فساد در افغانستان را نگران کننده می داند. به اجماع سیاسی نیاز است که داریم. هر باری که می خواهیم اقدام قاطع انجام دهیم، از سوی جامعه جهانی هشدار داده می شود که به جای پاکسازی فساد اقدام سیاسی کنیم. برخی از مفسدترین ها به نام اقدام سیاسی بر ما تحمیل می شوند. برخی از قاچاقبران شناخته شده مواد مخدر به نام صلح رها شدند. امرالله صالح پارلمان کشور را به فسادهای بزرگ متهم می‌سازد و می‌گوید که هنگام آماده‌سازی سند بودجه اعضای این نهاد وزیران را از بهر تحمیل خواسته‌های غیرقانونیشان به برکناری تهدید می‌کنند. فساد برخی از اعضای مشخص پارلمان بسیار بزرگ است. بسیار بزرگ. تاکنون متاسفانه افغانستان نتوانسته است هیچ یک از اعضای پارلمان را به دادگاه بکشاند. این یک گوشه فراموش شده است. تاکنون وزیران، جنرال‌ها، رئیسان و حتی سیاستگران بلندپایه حکومت محکوم شدند، اما هیچ عضو پارلمان هزینه دست داشتن را در فساد نپرداخته است. در همین حال سفیر غیرنظامی ناتو در افغانستان با تاکید بر رسیدگی بر نیازمندی‌های مردم افغانستان بر پایان فساد اداری در این کشور تاکید می‌ورزد. د افغانستان حکومت خپل تعهدات خپل برنامه تشریح کړلې او ویل چې منګه د نړیوالو همکارانو سره یو ځای دا اراده لرو او مشخص پروګرامونه لرو چې په راتلونکو 4 کلونو کې د فساد سره د مبارزې په حق باندې هر اداره د افغانستان د حکومت او ادارې به خپل استراتژیان لري. افغانستان از جمله فاسدترین کشورهای جهان شمرده می شود. این پدیده افغانستان را در نزد جامعه جهانی با انتقادهای بسیاری روبرو ساخته است. ظاهراً تلاش‌های زیادی برای ریشه‌کن ساختن آن صورت گرفتند، اما این تلاش‌ها نتیجه دلخواهی به همراه نداشتند. دبیر کل ناتو هشدار می‌دهد که هرگاه نیروهای خارجی به گونه شتاب زده از افغانستان بیرون شوند، ممکن است دستاوردها در این کشور نابود شوند. دبیر کل ناتو میگوید در صورتی که به حضور نظامی ناتو در افغانستان به گونه مسئولانه پایان داده نشود، این کشور بار دیگر به بستر سازماندهی حملات هراس افغانانه مبدل خواهد شد. از سوی دیگر H.R. McMaster مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا میگوید که بیرون کشیدن سربازان آمریکایی از افغانستان به معنای پیروزی طالبان خواهد بود. میراقا پوپل گزارش می‌دهد. دبیر کل ناتو خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی را از افغانستان با اجرای یک پروژه خطرناک تشبیه می‌کند. اگر خیلی زود بیرون شویم، اگر خیلی عجولانه ترک کنیم، ممکن است همه دستاوردهایی که به دست آورده‌ایم را از دست بدهیم و این یک پروژه خطرناک است. بنابراین آنچه اکنون روشن است این است که ایالات متحده قصد کاهش دارد، اما آنان قصد ترک افغانستان را ندارند. بر بنیاد توافقنامه صلح آمریکا با طالبان، روند بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان باید تا 5 ماه دیگر تکمیل شود. ما شدیداً از گفتگوهای سال که میان طالبان و دولت در جریان است حمایت می‌کنیم و بخشی از توافق میان ایالات متحده و طالبان این است که همه نیروهای بین المللی باید تا اول ماه می سال آینده خارج شوند. بنابراین اوایل سال آینده ما باید یک تصمیم بسیار سخت بگیریم، اینکه یا بیرون شویم و دستاوردها را با خطر روبرو سازیم یا اینکه بمانیم و سپس به مشارکت در عملیات نظامی بسیار چالش برانگیز بر بنیاد خاص افغانستان ادامه دهیم. در همین حال مکماستر نیز در گفتگو با CBS از خروج شتاب زده از افغانستان هشدار می‌دهد. اگر طالبان بخش‌های وسیعی از افغانستان را بگیرند، با سازمان‌های حراس افغانی که می‌خواهند در مقیاس 11 سپتامبر در برابر ما قتل عام کنند، پناهگاه امن خواهند ساخت و از آنها پشتیبانی خواهند کرد. ما در برابر این گروه‌ها بسیار نامسئول‌تر و آسیب‌پذیرتر خواهیم بود. ما با بیرون شدن در واقع طالبان را توانمند می‌سازیم. او پیام به جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا نیز دارد. تقسیم قدرت با طالبان چگونه است؟ آیا این بدان معناست که هر مکتب دخترانه دیگر بلدوزر شود؟ آیا این بدان معناست که شنبه‌های دیگر در ورزشگاه فوتبال اعدام‌های دسته جمعی انجام می‌شوند؟ من فکر میکنم کاری که ما انجام میدهیم نفرت انگیز است و من امیدوارم که دولت بایدن بر بنیاد آنچه که به سود ماست این روند را ارزیابی کند. در حالی که امریکا شمار سربازانش را تا کمتر از 2 ماه دیگر به 2500 تن در افغانستان کاهش میدهد، اما در کنار این نیروها در حدود 7000 تن از نیروهای ناتو نیز در افغانستان حضور دارند. نیروهای پلیس به رهبری وزیر امور داخله یک دانش آموز را از چنگ ربایندگان در جریان یک عملیات در شهر کابل نجات دادند. وزارت امور داخله میگوید که این دانش آموز امید نام دارد و در حدود 10 روز پیش زمانی که به سوی مکتب میرفت از سوی ربایندگان ربوده شد و نیروهای پلیس این دانش آموز را از منطقه بهارستان ناحیه دوم شهر کابل آزاد کردند. به گفته وزارت امور داخله در پیوند به این رویداد 4 تن به شمول یک زن بازداشت شدند. ربایندگان از خانواده این کودک $600,000 درخواست کرده بودند. به گفته وزارت امور داخله از نزد افراد بازداشت شده پولهای جعلی و جنگ افزار نیز به دست آمده است. یک حکم رئیس جمهور برای گزینش ولسوالان از سوی یک کمیته انتقاد برانگیز شده است. دیدبان شفافیت افغانستان گماشتن ولسوالان را از طریق روند غیر شفاف و غیر رقابتی خلاف قانون می‌داند و می‌گوید که حکومت برای اهداف سیاسی پروسه‌های قانونی را نباید زیر پرسش قرار دهد. بر بنیاد یک سند رسیده به TOLOnews، رئیس جمهور غنی در حکم یک کمیته را برای چگونگی گماشتن ولسوالان در ولایت‌های کشور ایجاد کرده است، در حالی که پیش از این ولسوالان در نتیجه رقابت آزاد کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزیده می‌شدند. بر بنیاد این سند که تولونیوز با آن دست یافته است، رئیس جمهور غنی در حکم کمیته متشکل از نمایندگان شورای امنیت ملی، وزارت امور داخله، امنیت ملی، وزارت احیا و انکشاف دهات و نیز کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را برای گزینش ولسوالان در کشور ایجاد کرده است. در این حکم گفته شده است که این نهادها در مدت 45 روز مسئولیت‌های کاری ولسوالان را باید آماده بسازند و بر ریاست جمهوری گزارش دهند. تغییر بر اساس احکام مقامات عالی رتبه میتونه در حال و آینده فسادزا باشه. متاسفانه حال ببینیم که امی ولسوالا هم باید خودشان معرفی بکنن، از جمع و جماعت و تیم و کمپاینی و انتخاباتی معرفی بکنن که به خیر مردم افغانستان نمیتونه باشه. پیش از این انتخاب ولسوالان در کشور از طریق رقابت آزاد در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت می گرفت. دیدبان شفافیت از نهادهای ناظر بر کارکرد حکومت با انتقاد از این حکم میگوید که حکومت با رویکردهای غیرقانونی نباید یک روند شفاف را از میان بردارد. تقرر ولسوالان از طریق پروسه های غیر شفاف و غیر رقابتی خلاف قانون و خلاف اصل شایسته سالاری است. حکومت افغانستان نباید به خاطر اهداف سیاسی پروسه های قانونی را تحت پرسش قرار دهد. اما اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید که این اقدام از بهر تحکیم ثبات و بهبود حکومتداری محلی روی دست گرفته شده است. اینا یک مکانیزم را سنجش بکنه که بر اساس از اون مکانیزم همه اون نقطه های قوت هم در نظر گرفته شده و نقطه های ضعف هم در نظر گرفته شده. این معنیش این نیست که حتما امو کمیته‌ای که با حکم رئیس جمهور او ولسوال تعیین میکنه. رئیس جمهور غنی در پیکارهای انتخاباتیش بر تأمین عدالت عمری در صورت پیروزیش در انتخابات تاکید میکرد، اما نهادهای ناظر بر کار حکومت و نیز شهروندان کشور میگویند که تلاش برای لغو روندهای رقابتی و شفاف از سوی حکومت عدالت عمری نیست. یک افسر برحال نیروهای ویژه پلیس که در هرات وظیفه دارد میگوید که تصویرهایش همچون مجرم تحت پیگرد در شهر کابل پخش شدند. این افسر انتقاد میکند که این کار برایش پذیرفتنی نیست و باید چگونگی نصب تصویرهایش در پایتخت بررسی شود، در حالی که در تصویرها این افسر سارق موتر معرفی شده است. وزارت امور داخله برای سارق بودن این نظامی شواهد ارائه نمیکند، اما بر بررسی چگونگی نصب تصویرهای او در شهر تاکید می‌ورزد. باز هم خالد نیکزاد گزارش می‌دهد. این افسر نیروهای ویژه پلیس که به تازگی همراه با نظامیان دیگر با چرخبال از هرات برای رخصتی به کابل آمده است میگوید که پس از بیرون شدن از میدان هوایی نظامی و رفتن به سوی خانه با تصویرهای نصب شده اش در شهر کابل روبرو شد که در آنها دزد موتر معرفی شده است. پیش دوست قوم خیش اقارب ما به یک پیسه شدیم، بی عزت بی آبرو شدیم. یک آدم زد داره، آبرو داره، فامیل ما بی عزت بی آبرو کردین. چرا؟ این نظامی اتهام بر خودش را بی‌حرمتی می‌داند و بر بررسی جدی آن تاکید می‌ورزد. این کسی که عکس مرا ده ای چاپ کرده با عنوان دزد که آن سرقت وسایل کرده، این پیگیری شود. چون که چرا یک آدم نظامی را عکس چه بگیره بی‌آب بی‌آبرو بی‌عزت کنه؟ خودشان هم خود به دولت قطعه خاص وظیفه اجرا میکنند. اگه کدام مجرم یا چی می‌بود باید از اینجا دستگیر می‌شد از طریق دولت. در تصویرهای نصب شده این افسر نیروهای ویژه پلیس در شهر از او احمد مشهور به بچه غریب همچون سارق وسایط نقلیه یاد شده است. وزارت امور داخله درباره سارق بودن این نظامی شواهد ارائه نکرده است. هر ادعایی که موجود باشه بخش‌های مربوطه سرش کار میکنن، بررسی میشه و قضایای این چنینی را بخش‌های کشفی ما به گونه همه جانبه بررسی میکنن. در همین حال شماری از حقوقدانان میگویند که حکومت به ویژه نهادهای امنیتی نباید با اقدامهای نمایشی فاصله را میان مردم و دولت بیشتر سازند. اینمی موارد این حرکات تا حد زیادی حرکات نمایشی است، حرکاتی است که حالت مسکن را دارد اما عوارض جانبی یا پیامدهای ناگواری را در قبال دارد. در پی افزایش ناامنی‌ها و جرم‌های جنایی در پایتخت، معاون نخست رئیس جمهور به پلیس دستور داد که تصویرهای شماری از متهمان و جرم‌های جنایی را در بخش‌های از شهر نصب کنند. امرالله صالح گفته بود که با این کار می‌کوشد ردیابی مجرمان در همکاری با مردم بیشتر شود، اما این برنامه با انتقادهای روبرو بوده است. تا لحظات دیگر زنان بازرگان نگران محدودیت‌های احتمالی پسا توافق صلح میان حکومت و طالبان. با ادامه خبر ده خوش آمدید. زنان تجارت پیشه و صاحب صنایع در هرات نگران آینده ناروشن کاروبارشان هستند. آنان میگن که نگران محدود شدن فعالیت‌هایشان پس از توافق صلح میان حکومت و طالبان هستند. در همین حال شماری از زنان و دختران در هرات میگن که محدودیت را نمیپذیرند و در برابر آن مبارزه خواهند کرد. آنان تاکید می‌ورزند که صلح باید زمینه آموزش و کار بهتر را برایشان فراهم سازد، نه محدودیت. پسر یک زرگر در کندز ربوده شده است. شورای ولایتی و باشندگان ولایت کندز میگن که صبح روز یکشنبه پسر یک زرگر از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر کندز ربوده شد و سرنوشت او خبری نیست. تا لحظات دیگر برنامه‌های نامزد وزیر زراعت و آبیاری، نیازمندی‌های کشور به گندم و برنج باید از تولید داخلی فراهم شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. نامزد وزیر زراعت و آبیاری میگوید که تلاش می شود نیازمندی های کشور به گندم و برنج از تولید داخلی فراهم شود و هنگام ارائه برنامه های کاریش در مجلس میگوید که پس از گندم برنج دومین غذای مهم در افغانستان است و در حال حاضر 560,000 تن برنج سالانه در کشور مصرف می شود و میگوید که به علت شیوع ویروس کرونا روند ساخت و ساز سیلوها با تأخیر روبرو شده است و برای از سرگیری این برنامه تلاش خواهد شد. زرع گندم مهمترین قلم زراعت کشور را تشکیل می‌دهد. گندم مهمترین محصول زراعتی برای مسئولیت غذایی در افغانستان است. هدف حکومت مسئولیت غذایی و خودکفایی افغانستان از ناحیه محصولات گندم است. معاون نخست رئیس جمهور میگوید که دولت افغانستان بر 60% از پولهایی که به نام افغانستان در داخل کشور هزینه میشوند هیچ اداره ندارد. امرالله صالح و نیز وزیر مالیه در روز نخست نشست ژنو بر کاهش نقش سازمان‌های غیر دولتی و افزایش نقش حکومت در هزینه نمودن کمک‌های جامعه جهانی تاکید می‌ورزند. از سوی هم نمایندگان سازمان‌های کمک کننده به افغانستان میگن که برای دست یافتن افغانستان به خود بسندگی نیاز است با فساد مبارزه شود و بخش خصوصی تقویت شود. حیدرشاه امید گزارش میدهد. سومین نشست حاشیه‌ای نشست ژنو زیر نام اولویت‌های اقتصادی و مسئولیت کمک‌ها برگزار شده است. حکومت افغانستان همزمان با اینکه خواهان ادامه کمک‌های جامعه جهانی است، ادامه این کمک‌ها را با افزایش مصرف این کمک‌ها از طریق حکومت مؤثر می‌داند. بر بنیاد راهبرد خودبسندگی که آماده کردیم، در سال 2025 بودجه عادی را از منابع داخلی تمویل خواهیم کرد. تا آن زمان به پشتیبانی قوی مالی و فنی همکاران جهانی ما نیاز داریم. در همین حال معاون نخست رئیس جمهور با انتقاد از سازمان‌های غیر دولتی یا انجوها میگوید که آنان با روابطی که با کمک کنندگان دارند در پیوند با پول‌هایی که هزینه می‌کنند پاسخگو نیستند. دولت افغانستان بر 60% از پولهایی که به نام افغانستان در داخل افغانستان هزینه میشوند هیچ اداره ندارد. در این میان برخی از سازمان‌های کمک کننده تقویت بخش خصوصی و توانمندسازی اقتصادی زنان را ستون و کلید برای دستیابی افغانستان به خودبسندگی می‌دانند و بر از میان برداشته شدن موانع فراراه کار آنان تاکید می‌ورزند. یکی از نگرانی‌های جدی سرمایه‌گذاران خصوصی در افغانستان فساد و روندهای اداری پرچالش است. برای اینکه افغانستان به یک محور اقتصادی تبدیل شود، نیاز است که به این مشکلات رسیدگی شود. قرار است فردا در نشست اصلی ژنو افزون بر کمک‌های تازه جامعه جهانی، چارچوب و ساختار تازه نیز برای چگونگی ادامه این کمک‌ها مشخص شود. حکومت افغانستان و جامعه جهانی در تلاش شناسایی راه‌های مؤثر هزینه نمودن کمک‌ها هستند، راه‌هایی که پس از 4 سال افغانستان را از وابستگی به این کمک‌ها بیرون کنند. تا لحظات دیگر سفر پنهانی نخست وزیر اسرائیل به عربستان سعودی. باز هم خوش آمدید. امریکا موشک‌های رهبری شده به فیلیپین می‌دهد تا این کشور بتواند با جنگجویان داعش رویارویی کند. به گفته مشاور امنیت ملی امریکا این موشک‌ها بیشتر از 18 میلیون دلار ارزش دارند. این مقام امریکایی بر پشتیبانی از فیلیپین در برابر چین هم تاکید می‌ورزد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به گونه پنهانی به عربستان سعودی رفته بود و در کنار محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا دیدار کرده بود. در سالهای اخیر امریکا در رویارویی با ایران به اسرائیل و عربستان سعودی کمک کرده است. چگونگی هوای پایتخت و چند شهر دیگر. کابل فردا بارندگی بلندترین درجه گرما 5 پایینترین آن -1. پکتیا فردا بارندگی بلندترین درجه گرما 3 پایینترین آن -3. بلخ فردا نیمه ابری بلندترین درجه گرما 4 پایینترین آن -0. ننگرهار فردا بارندگی بلندترین درجه گرما 15 پایینترین آن -8. کندهار فردا نیمه ابری بلندترین درجه گرما 14 پایینترین آن -2. هرات فردا نیمه ابری بلندترین درجه گرما 10 پایینترین آن -5. کندوز فردا بارندگی بلندترین درجه گرما 6 پایینترین آن -1. و خبر پایانی این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو با هر کسی که رئیس جمهور آینده آمریکا اعلام شود کار خواهد کرد، اما می‌افزاید که تا زمان رسمی شدن نتیجه انتخابات آمریکا و جو بایدن تبریک نخواهد گفت. پوتین میگوید که احزاب سیاسی آمریکا باید نتیجه انتخابات را بپذیرند و یا نتیجه انتخابات در یک روند قانونی نهایی شود تا او به برنده آن تبریک بگوید. سپاسگزار همراهیتان با خبر ده. شب بخیر. خدا نگهدار.